از آشتی کنون خالقین حماسی کارکشته ها تا جشن تولد گرفتن لاپورتا برای همسر گوندوغان و تهدید بلاهویش توسط پاریسی ها، همراه من باشید و جایی نرین که قرار با هم اتفاقات و حواشی مهم فوتبال در روز گذشته رو خیلی سریع سلام، صبح 27 تیر ماهتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. بدون معطلی بریم سراغ اخبار. جواد نکونام و محمود فکری بعد از اون بازی معروف بالاخره با هم قبل از یه بازی دوستانه بین هوادار و استقلال آشتی کردن. جالبه بدونید هوادار 4-2 استقلال رو شکست داد تا فکری مچ نکو رو بخوابونه. هوادارهای کوزووی پاریس حسابی ولاویچ رو تهدید کردن. دوشان ولاهویچ که در آستانه انتقال به پاریس قرار داره قبلا یه عکس با پیرهنی منتشر کرده بود که کوزوو رو قسمتی از سربستان نشون میداد. حالا کوزووی ها رگ غیرتشون بیرون زده و با یه بنر اعلام کردن اگه ولا به پی اس جی بره سه تا انگشت هاشو قطع میکنن. اسکوچیچ هنوز هم ازمون ناراحته. اسکو توی آخرین مصاحبهش گفته ایرانی ها من رو مثل یه سگ بیرون انداختن و هیچ وقت به این کشور بر نمیگردن. اسکوچیچ دلیل رد کردن پیشنهاد فولاد رو همین جریان عنوان کرده. یونایتدیا که به تازگی بازوبند رو از مکوایر گرفتن، حالا پیشنهاد انتقال قرضی وستهم برای این بازیکن رو هم رد کردن و گفتن فقط نقد و دائمی گرونترین مدافع تاریخشون رو میفروشن. نیما نکیسا مدیر عامل ذوب‌آهن اصفهان شد. این انتصاب واکنش‌های منفی زیادی از سمت فوتبالی‌ها به همراه داشت که کم بیراه نبود. به قول حسین ماهینی، همه نون بازوشون رو نمیخورن. در آخر دیروز مراسم معرفی ایلکای گوندوغان به عنوان بازیکن جدید بارسلونا انجام شد. این اتفاق با تولد همسر آقای گوندوغان همزمان بود. این وسط جناب لاپورتا هم از فرصت استفاده کرد و همراه با معرفی گوندوغان یه جشن تولد کوچیکم برای همسر هافبک جدیدش گرفت. حالا چرا شمع خاموش نمیشد آقای لاپورتا؟ و خیلی ممنون از اینکه یه قسمت دیگه از برنامه خودتون یعنی تاک نیوز رو تماشا کردین. برای دیدن بقیه قسمت‌ها حتما کانالمون رو یه سر بزنید و اگه دوست داشتین حتما سابسکرایب بکنید. لایک ویدیوها هم از زیاد نبرین. تا دیداری دیگه، بدرود.